خدا رو شکر میدونم که همه شما عزیزانی که اینجا اومدید مسلما به قول اون مثال قدیمی که میگه غم خودش رو پیدا میکنه، برشکستگی خودش رو پیدا میکنه، مشکلات خودشون رو پیدا میکنن، مسائل دردها خودشون رو پیدا میکنن. اما این ما هستیم که باید به دنبال شادی ها باشیم، به دنبال آرامش باشیم، به دنبال برکت باشیم، به دنبال قوت باشیم. از اینو هست که شما عزیزان اینجا تشریف آوردید، چرا که میدانید 2000 سال پیش عیسی مسیح اون رو مهیا کرده، آرامش و شادی و قوت و برکت رو برای ما مهیا کرده. هرچند برای زمینی هستیم که غیر استاندارد هست، اما خداوند با فیضشون رو به ما بخشیده تا بتونیم در این مسیر این امید حقیقی رو داشته باشیم. شخص به دوستش میگه آیا تو شهر شما آثار باستانی هست؟ میگه نه، قرار هستش که بسازن. 2000 سال پیش مسیح ساخت برای ما، مهیا کرد برای ما آنچه را که شما میخواهید برید توی خنده درمانی بگیرید، آب درمانی بگیرید، انرژی درمانی بگیرید. خداوند براتون مهیا کرده و بهترینش رو به ما داده، گذشته از یگانه پسرش، روح مقدسش، روح القدس داده که باعث سلامتی و شادابی ما باشه. یکی از افعال و اعمالی که متاسفانه ضد هدف خلوت و حقیقت و محبت بوده و سعی کرده به نوعی خودش رو حقیقی نشون بده، اما باعث دلسردی شده و باعث این شده که در افراد اون میل و اون عشق به حقیقت و عشق به خدا به طور خاص و حتی عشق به کتاب مقدس نباشه، ریا و ریاکاری هستش که بشریت رو در طول تاریخ سرد و ناامید کرده. حتی ما دست از موقعیت‌های روحانی که خب در کلیسا هستیم باید در طور کلام خدا صحبت کنیم، حتی اگر برداریم به موقعیت‌های دیگه که در جهان هست نگاه کنید، افرادی که فقط مدعی بودن، فقط حرف زدن اما نتوانستن عمل کنن، تأثیر منفی و بار منفی رو روی جامعه گذاشتن. و طوری که ما میبینیم نسبت به این واژه دورویی، ریاکاری و اینکه فقط افراد مدعی هستن چه داستانها، چه ضرب المثلها و چه شعرهایی نیز گفته شده. همون گونه که این شاعر که گویا دل پری داره میگه همه دنیا شده از مکر و دورویی و دغل، به همین شرح عزیزان بنویسید غزل. و چقدر اشعار، چقدر شعر گفته شده. این شعر حافظ که فکر میکنم همه ما باید حفظ باشیم که میگه واعظان که این جلوه در محراب و منبر میکنند، چون به خلوت میروند آن کار دیگه. این چیزا رو چقدر خوب یاد گرفتی. من الان گفتم آیه فلان هیچ کس حفظ نبود، ببین اینا که زده واعظین هست چقدر همه حفظین، چه کاریه. واعظان که این جلوه در محراب و منبر میکنن، چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنن. مشکلی دارم ز دانشمند مجلس باز پرس، توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر میکنن. گویا باور نمی‌دارند روز داوری، کین همه قلب و دغل در کار داور می‌کنند. و از این اشعار بسیار هستش که نشون میده که واقعا چه انسان‌هایی بر روی زمین بودن، فقط ادعا کردند، ادعا کردند اما حقیقتاً آن گونه که لازم بود نیست نتوانستن باشن. میخوام بپردازم به چند مورد در این رابطه که چگونه هستش که افراد بیشتر مدعی هستن تا اینکه حقیقی. متاسفانه عدم آگاهی نسبت به اون حقیقت موضوع دلیلی خواهد شد، یا اون هدف دلیلی خواهد شد که افراد به خاطر اینکه اون آگاهی رو ندارن کمتر نسبت به اون چرا که لازمه بیانشون هست و باورشون هست عمل کنن، چون اون آگاهی رو ندارن. خود ما، من از خودم میگم که قبلا از بکران اسلام اومدم با توجه به اینکه خیلی مدعی بودم اما کمتر میدونستیم، بیشتر شنیده بودیم، کمتر جستجو میکنیم. و حتی هستن مسیحی زاده هایی که با توجه به اینکه مسیحی زاده هستن اما کمتر مراجعه به انجیل کردن
قبلا هم خدمتتون عرض کردم یه خانواده بسیار عزیز از خانواده آشوریان عزیز ما که ایشون تعریف میکرد، میگفت با توجه به اینکه من خودم توی کلیسا خدمت میکردم و در قسمت پرستش بودم، هر سال ما برای کریسمس میرفتیم خونه مادرمون تا تبریک بدیم و میگفت روی تاخچه کتاب مقدس بود، ما اونو میبوسیدیم و میرفتیم. تو یکی از این ایام برای کریسمس وقتی ما رفتیم اونجا، بچه‌ها بازی می‌کردن، دست یکی از بچه‌ها خورد و این کتاب افتاد و ورق ورق شد. گفت مادر من گفت تنها یادگاری از باباتون افتاد، چرا کتاب مقدس رو اینجوری کردید؟ گفت من شروع کنم کام جمع کردن، دیدم این که تقویمه، این تقویم بابام بوده که تمام اون خرج و مرج و هزینه‌های زندگی توش می‌نوشته. رفتم گفتم ما این که اصلا کتاب مقدس نیست، ما هر سالم اینو می‌بوسیم. پس می‌بینیم که حقیقتاً زمانی که ما آگاه نیستیم نسبت به اون چرا که مدعی هستیم، نمی‌توانیم نیز وفادارانه در اون عمل کنیم. نقطه بعدی خودمحوری و غرور هستش که من نسبت به اون باور خودم دارم و نه تحقیق می‌کنم و نه تأمل می‌کنم و نه در رابطه با اون موضوع من فکر خواهم کرد و آنچه را که به عنوان یک باور دارم مانند یک سنت، یک رسوم ازش استفاده خواهم کرد. مانند این هستش که عزیزان تصور کنن چون مسیحی هستن میبایست یک شنبه حتما برن کلیسا. خیلی کار خوبی میکنیم، عادت خوبیه، اما عشق خوبی نیست، عاشقانه نیست. یا اینکه فرزندان ما به زور بیان کلیسا، که هرگز لطفا این کار رو نکنید، به همسرتون هم هرگز نگید به زور بیان. میبایست با عشق وارد کلیسای مسیح شد. من کلیسایی رو میگم که کلیسای زنده هست. من صحبت از کلیسایی نمی کنم که شما اونجا هزاران اعمال توش انجام میدن، هیچی نمیفهمید دارن چه کار میکنن، کارهای فیزیکی انجام میدن و حتی واعظ شاید مطالبی رو بگه بازم شما متوجه نمیشید. نکته سوم، جبر و عدم انتخاب در محل زندگی ما نسبت به اون موضوع است، نسبت به اون باور هست، حتی نسبت به اون فرهنگ هست که ما این کار رو که ما ایرانی ها که البته تو اون چارچوب نیستیم، ولی معمولا برای آبروداری بعضی ها این کار رو میکنن، بعضی از کشور ها، ولی ما ایرانی ها قصه آبروداری زیاد باش کاری نداریم، که همش به فکر هستیم که دیگران رو مبادا ما نسبت به خودمون بدبین بکنیم. علت اصلیش این هستش که اون جبر رو ما پذیرفتیم. وقتی جبر میاد مسلما عشق نمیاد، مسلما درک نمیاد، پس همه چیز توتیباری میشه، ظاهری میشه. مرد رو میکنه به زنش میگه دکمه پیرن من که کنده شده، اینه میتونی برای من بدوزی؟ میگه بگه نمیخوای کت تنت کنی؟ میگه آره چی ها کت تنش. میگه دکمه کت هم میگه یعنی تو بدون پالتو میخوای بری بیرون؟ وقتی که عشق نباشه توجیهات میاد، وقتی که عشق نباشه بهانه ها میاد، اما زمانی که اجازه میدیم با عشق بریم جلو مسلما چنین اتفاقی نخواهد افتاد. نکته بعدی، قهرمان طلبی و این که من بخوام قابل توجه نسبت به دیگران بشم. من بخوام یه جای دیگه رو به طور خیلی خودمونی بگم، عقده‌های درونی، که من یک مکان مذهبی رو، من یک سیستم نظامی رو، یک سیستم سیاسی رو تو یک جایگاهی میخوام پیدا کنم که بخوام خودم رو مطرح کنم. چارلی چاپلین اعلام میکنه در دنیا جای کافی برای همه هست، پس به جای اینکه جای کسی را بگیری سعی کن جای خودت را پیدا کن. و کلیسای مسیح نیست بنا شد که ما جایگاه خودمون رو پیدا کنیم، چون که در کلیسای مسیح ما از طرف انجیل مسیح میخوانیم که ما فرزندان خدا هستیم، ما نور و نمک هستیم، ما سفیران هستیم. اون اتوریتی و اون اقتدار رو کلام خداوند به ما میآموزه که از کجا هستیم و تمام اون احساسات که از گذشته باعث حقارت ما شده، ترس ما شده و نگرانی ما شده، ما میبینیم که با فیض خدا از ما برداشته خواهد شد. نکته بعدی، عدم نظم و برنامه و یا عدم رویا و ویژن هست، چه نسبت به باورهامون و چه نسبت به آن چرا که من ادعا دارم. حالا ادعای ما هر چی میتونه باشه. تصور بر این بکنید که من میدونم روزی یک ساعت ورزش برای من لازم است، اما هفته یک ساعت بیشتر ورزش نمی کنم،
و میگم بهونم این هستش که وقت ندارم، نمیرسم کاری انجام بدم، اما روزی یک ساعت من باید ورزش کنم. من میدونم که هر 6 ماه یک بار میبایست من چکاپ برم برای سلامتی خودم پیش پزشک، اما سالی یک بار میرم، اونم برای خاطر سرماخوردگی میرم. من میدونم به عنوان یک ایماندار که فرزند خدا هستم، بهترین روش رشد روحانی من اینه که من هر یک شنبه کلیسا برم، من بتونم اون کلاس ها که لازمه رشد روحانیم هست رو برم، در حضور خدا برم، دعا بکنم، کلام خدا رو بخونم. هرگز ما مذهبی نمیخواییم فکر کنیم، هرگز، اما این مسیر عشقه، این مسیر مذهب نیست، این مسیر عشقی هستش که ما رو بیشتر از گذشته به خدا نیز نزد خواهد کرد تا درک بهتری نسبت به زندگیمون و نیز ایامی که درش هستیم رو داشته باشیم. و کلام خداوند در این رابطه به ما این ضرورت رو اعلام میکنه که مبادا ریاکار بشیم، چرا که ریاکاری به ما آسیب میزنه. حتی از ما میخواد که از ریاکاران نیز دور بشیم، چون که در طول تاریخ ریاکاران آسیب زدن به کسایی که حقیقتا دل خوبی داشتن نسبت به اون هدف. در مزمور 26:4 میخونیم که اعلام میکنه با اشخاص بد همنشین نیستم و با مردم ریاکار معاشرت ندارم. پس نمیتونیم ما به عنوان کسی که خدا رو دوست داریم، عاشق خدا هستیم، هوشیار باشیم، هرگز کسی رو داوری نمیکنیم، به کسی نجس نمیگیم، به کسی کافر نمیگیم. انجیل مسیح هم نیز از ما چنین چیزی رو نخواسته. اما اگر شما با افراد همنشین بشید که با شما هم باور نیستن، بار منفی روی اونها از اونها رو شما تاثیر خواهد گذاشت. و متاسفانه بارها نیز تجربه شده که باعث آشوب و نگرانی در من میشه، یعنی باعث خرابکاری میشه. سلیمان نیز در امثال 26:28 نیز اعلام میکنه زبان دروغگو از مخاطبانش نفرت دارد. زبان کسی که دروغ میگه، زبان کسی که ریاکار هستش و میخواهد به آنها آسیب برساند، سخنان ریاکار چیزی جز خرابی به بار نمی‌آورد. یک کشیاری برای من هست، حقیقی باشم، هرچی هستی حقیقی باش، همونی که هستی باش، نسبت به همسرت، نسبت به بچه‌هات، نسبت به دوستانت، و هر آنچه که نمی‌خوای باشی نباش، ولی هوشیار باشین با کسایی که دارن فیلم بازی می‌کنن، با اونا خیلی رابطه برقرار کن، چون اون نیز توجیه ما خواهد شد که چگونه آنانی که در ریا هستن زندگی خوبی خواهند داشت. پس مایه از این رو هستش که ما میبینیم شدیدترین مخالفت مسیح نسبت موضوعات که داره مطرح کنه، یکیش ریا و ریاکاران هستش. در انجیل متی 7:5 میخونیم که اعلام میکنه وای بر شما ای کاتبان، کسایی که آگاه هستن، کسایی که اطلاع دارن، کسایی که کلام خدا رو حتی حفظ بودن، وای بر شما ای کاتبان و فریسیان ریاکار که در ملکوت آسمان را به روی مردم می‌بندید، زیرا خود داخل آن نمی‌شوید و داخل شوندگان را از دخول مانع می‌شوید. به طور خاص الان که زمانی هستش که ما داریم می‌بینیم، زمان گسترش معلمین هست. شما روی اینترنت که میرید، روز اول طرف هد میگه سلام هلو، دو سه روز بعد برات شعر میگه، بعد برات موعظه میکنه، بعد کم کم یه دفعه میبینیم یکی مینویسه استاد عزیز، حالا دیپلم هم نداره، بعد بقیه مینویسن استاد عزیز، بعد اشتر فکر کنه جدا استاد هستش. توی تمام رشته ها هم درست، متاسفانه در بین افرادی که توی کلیسا به عنوان خادمین هم میان این گونه میشه گاهی. حتما کلام خداوند میخواد و ما رو تشویق کرده آگاهیمون نسبت کلام خدا زیاد کنیم، رشد کنیم، حتما هم سعی کنیم به دیگران بیاموزیم. اما اگر ادعا میکنیم باید مثل خود مسیح باشیم. اعمال رسولان 1:1 اعلام میکنه به آنچه که عمل کرد تعلیم داد. اینجاست که برای ما مسئولیت میاره. من نمیتونم فقط کسی باشم که آموزنده هستم، آموزش میدم به دیگران، بلکه درون نیز باید غنی باشم در اعمالم. در لوقا 6:42 میخونیم باز اعلام میکنه وای بر شما ای کاتبان فریسی ریاکار، زیرا که مانند قبرهای پنهان شده هستید. مسیح داره به دانشمندان مذهبی اون زمان میگه عزیزان،
اگر ما یه موقعی صحبت میکنیم در رابطه با افراد مذهبی که مردم ما رو فریب دادن، جامعه ای رو فریب دادن، فکر نکنید این توهین هست، این آگاهی هستش که آگاه بشیم نسبت به امور زندگیمون، به طور خاص ابدیتمون. وای بر شما ای کاتبان فریسی ریاکار، زیرا که مانند قبرهای پنهان شده هستید که مردم بر آنها راه میروند و نمیدانند و فریب میخورن و مسیح روی صلیب اعلام میکنه خدای پدر از گناه اینان که ندانستن و به دنبال فریسی ها رفتن ببخش. اونا که میدونستن فریسی ها دارن چیکار میکنن، اینا نمیدانستن که به پیروی اونها رفتن و زندگیشون رو نیز در اون موقعیت قرار دادن. اما درمان و حفاظت از این ویروس خطرناک، برمیگردم دوباره به نکته اول، اشتیاق شدید به خداست، عشق اصلی هست به خدا، که اگر من عاشق خدا باشم مطمئنا توی جایگاه درست نیز قرار خواهم گرفت. بریم با هم دیگه انجیل لوقا 10:25-37 رو نیز بشنویم نسبت به عشقی که مسیح میخواد به ریاکاران بگه. اطراف مسیح کسایی هستن، ادعا دارن، مدعی هستن، با ادعاشون دارن دیگرانی که هم باورشون نیستن رو، اونها رو جاج میکنن، داوری میکنن، سرزنششون میکنن. و مسیح داره بُعد اصلی رو به کسایی که تشنه حقیقت هستن رو معرفی میکنه. بفرمایید. ناگاه یکی از فقها برخواسته از روی امتحان به وی گفت ای استاد چه کنم تا وارث حیات جاودانی گردم؟ خیلی ممنون. این شخص فقیه کاملا میدونسته باید چه کار کنه. چرا؟ چون که در لاویان 19:8 ایشون خونده بوده قبلا که میگه از همسایه خود انتقام نگیر. ای فقیه، ای کسی که ادعا داری، میگه انتقام نگیری و از وی نفرت نداشته باشی، بلکه او را چون جان خیش دوست بدارید، زیرا من یهوه هستم، زیرا من یهوه هستم. یهوه داره اینو میگه. اسم خدای خودت رو بشناس. اسم خدای تو چیه؟ بابات گفته، مادرت گفته، کتابت گفته، خدا تو باید ترجمه کلام خدا میگه. بیاید ببینید، بچشید من کی هستم. ما با اعتقاد کاری نداریم، ما با مذهب کاری نداریم، ما با عشق کار داریم که درش عدالت هستش. این فقیه میدونست اما عمل نمیکرد. هر دیگر باور رو کافر رو نجس میدونست. اگر کسی اسرائیلی نبود اون نجس میدونست. بله. به وی گفت در تورات چه نوشته شده است و چگونه میخوانی؟ جواب داده گفت اینک اینکه خداوند خدای خود را به تمام دل و تمام نفس و تمام توانایی و تمام فکر خود محبت نما و همسایه خود را مثل نفس خود. گفت نیکو جواب گفتی، چنین بکن. بله، مشروزیست. مرسی. چون اشارهش به عشقه، داره عشق معرفی میکنه. چون خدا در کلام خودش عشق معرفی کنه، میگه هر چقدر خودتو دوست داری، پس خوددوستی درسته، مسیر خوددوستی درسته. اما این خوددوستی رو باید از اینجا شما تغذیه بشی که خدا دوستی هستش، که خوددوستی رو میاره، خانواده دوستی رو میاره، خلق دوستی رو میاره. کلام خدا عشق رو داره میآموزه. حتما ما بر اثر اون کشش هامون فکر میکنیم عاشق شدیم، اما ادامه عشق باید آموخته بشه و کلام خدا داره این رو به ما میآموزه. همون گونه که ناپلئون بناپارت میگه عشق روح را تواناتر میسازد و انسان را زنده دل نگاه میدارد. اگر 4 تا از این کلام کتابام خدا فرستاده بود و مردم حفظ میکردن اما بدون عشق میخواستن از اون اطاعت کنن، اطاعت کنه وفادار به اون باشن، مسلماً قدرت اجرایی نخواهند داشت. این کلام زمانی به درد میخوره، به درد کسی میخوره که عاشق باشه، نه به درد کسی که هیچ روی هیچ عشقی نیست اما همه هم حفظ هست. مدعیان حفظ کردن اما زندگی نکردن. بله. لکن چون او خواست خود را عادل نماید به عیسی گفت و همسایه من کیست؟ عیسی در جواب به وی گفت. اینجا وقتی میگه همسایه من کیست، اینجا داره در اصل میخواد بگه خب همسایه من خود اسرائیلی ها هستن، دیگران نیستن. همسایه من کسی هستن که مثل من فکر میکنن، همزبان من هستن، بغل من هستن، کنار من هستن. ولی مسیح داره اشاره میکنه من اینگونه نیست. اشتباه کردید، اصلا اون کلامو خوندید اما درک نکردید. شما فریسیان، حتی اسرائیلی ها چنین درک نداشتید نسبت به کلام خدا. بله. عیسی در جواب وی گفت مردی که از اورشلیم به سوی اریحا می رفت به دستهای دزدان افتاد. مرسی. خیلی من
اریها 30 کیلومتری اورشلیم هستش و اون جاده‌ای که داره میگه یک جاده ناهموار و یک جاده هستش که بسیار خطرناک بود و معمولا راهزنا اونجا حمله میکردن به مسافرها و آنچه که داشتن با عنوان اموالشون رو میدوزیدن. بله. و او را برهنه کرده مجروح ساختند و او را نیمه مرده واگذارده برفتند. اتفاقا کاهنی از آن راه میآمد. کاهنان در اصل کاهنانی که داره میگه از برادر هارون میان که برادر موسی بود و فرزندان او بودن. لاویان از قوم اسرائیل بودن. اینها نسل در نسل کاهن بودن و نیز لاویان بودن و توی خانه خدا کار میکردن، خدمت میکردن. مثل من که توی خانه خدا دارم خدمت میکنم. مثل خادمی که دارن خدمت میکنن. بله. چون اون را بدید از کناره دیگر رفت. همچنین شخصی لاوی چی رو دید؟ درد رو دید، بدبختی رو دید، مشکلات رو دید، سختی ها رو دید. هوشیار باشید، اگر به مسیح ایمان آوردی نمیتونی بگی به من چه مربوطه ایران چگونه است؟ ایران اعدام میکنن، به من چه مربوطه؟ من که سیاسی نیستم. ما این قرار ما سیاسی باشیم؟ مگه ما قرار به دنبال اینکه باشیم که رئیس جمهور و پادشاه بشیم؟ درد رو که میبینیم میبایست یه کاری بکنیم، باید اعتراض بکنیم، نمیتونیم سکوت کنیم. مسیح هم سکوت نکرد، رسولان هم سکوت نکردن. هیچ کجای کلام خدا نمیگه، حتی کلام خدا میگه روزه حقیقی روزه ای هست که به فکر دردمندان باشید، بیوه زنان باشید. کلام خدا ما رو تشویق نمیکنه. درسته مسیح هرگز نمیخواست سلطنت بکنه و به نظر من یه سکولاریسم حقیقی بودش، چون لا مذهب بود مسیح، با مذهب کاری نداشت. اون سلطنتش بر قلب ها بود، اون سلطنتش بر افکار ما به توسط روح القدس که خیرت و حکمت هست بود. بله. همچنین شخصی لاوی نیز از آنجا عبور کرده نزدیک آمد و بر او نگریسته از کناره دیگر برفت. لکن شخصی سامری که مسافر بود نزد وی آمده، چون او را بدید دلش بر وی بسوخت. پس پیش آمده بر زخمهای او روغن و شراب ریخته آنها را بست و او را بر مرکب خود سوار کرده به کاروانسرایی رسانید و خدمت شروع کرد. یه لحظه، این شخص سامری، یهودی ها این سامری ها را نجس می دونستن به خاطر اینکه بر این باور بودن که اینها زمانی که بابل حمله کرد اینها با بیگانگان ازدواج کردن، پس بنابراین از دیدگاه یهودی ها اینا نجس بودن. خدا را قبول داشتن، خدا رو دوست داشتن، برای همین از اونها دوری میکردن و اونها رو نجس میکنن. در اصل مسیح داره به مخاطبین خودش داره میگه، میگه اون شخصی که شما فکر میکنید نجس هست، اون شخص چنین محبتی کرد، کاهنه نکرد، کشیش نکرد، آخوند نکرد، مدعیان نکردن، خاخان نکرد، اون که ادعا نداشت اون انجام داده. و داره میگه اون در اصل عاشق بود، عاشق خودش بود، خانوادش بود، خلق بود، خدا بود، سرزمینش بود، اصلا تمام زندگیش عشقه. یک فرزند خدا در عشق زندگی میکنه، براش هیچ فرقی نداره. اونجا که میتونه کاری انجام بده حتما اون کار رو برای عشق و محبت نیز انجام خواهد داد. بله. بامدادان چون روانه میشد دو دینار در آورده به سرایدار داد و به دو گفت این شخص را متوجه باش و آنچه بیش از این خرج کنی در حین مراجعت به تو دهم. پس به نظر تو کدام یک از این سه نفر همسایه بود با آن شخص که به دست دزدان افتاد؟ گفت آن که بر او رحمت کرد. عیسی وی را گفت برو و تو نیز همچنان باش. واو، آمین. میتونی برای کلام
عشق کار میکنه، ادعا کار نمیکنه. صحبت های من اینجا کار نخواهد کرد. اگر عاشق مسیح باشی، اگر عاشق حقیقت باشی، تمام امور زندگی در این مسیر قدم بردار میشه. عاشق حقیقی یکی از ویژگی هایی که دارن اینه، توی مشکلات و سختی هایی که قرار میگیرن، قبل از اینکه به آقای وکیل بگن که حتما بگید، به پزشک بگن حتما بگید، به کشیش بگن حتما بگید، قبل از اون به خدا میگن مشکل و غمشون رو. ولی اونهایی که به دنبال این هستن که ببخشید سوء تفاهم نشه، به کشیش بگن اول، به وکیل بگن اول، برن اول به دکتر بگن، قبلا به هزارون نفر میگن، خرابکاری میکنن، غیبت میکنن، وجودشون رو پر از کینه میکنن، بعد آخر سر میرن میخوان با خدا در میون بگذارن. مولوی این گونه اعلام میکنه: دلتنگم و دیدار تو درمان من است، دلتنگم و دیدار تو درمان من است. اگر دیدار خدا درمانت هست، رفع تمام مشکلات خواهد کرد. و به این میگن عشق شدید به خدا. و اینجا هستش که دیگه ریا و ریاکاری هرگز نمیتونه نفوذ کنه توی زندگی شما، و حتی شما قابل درک میشه چه کسانی در مقابل شما تعلیم دهنده هستن و ریا میکنن و در ریا هستن. از این رو نویسنده مزمور 94 18 میگه: در کثرت اندیشه های دل من تسلی های تو جانم را آسایش بخشید. وقتی به حضور خدا میبرم درمان، وقتی رنجم رو به حضور خدا میبرم، اون هستش که من رو تسلی میده. بریم با هم دیگه مزمور 42 از 1 تا 2 رو لطفا بشن. ممنون میشم. چنان که آهو برای نهرهای آب شدت اشتیاق دارد، همچنان ای خدا جان من اشتیاق شدید برای تو دارد. جان من تشنه خداست، تشنه خدای حی، که کی بیایم و به حضور خدا حاضر شوم. آمین. آمین. جان من تشنه خداست، کی بیام به حضور خدا من؟ کی زمانش میشه که من بیام؟ داره عجله میکنه، به دنبال این نیستش که حالا یک شب بشه، حالا یک شب برم کلام خدا رو بشنوم. به قولی واعظی بود میگفت، بعضی از عزیزان باز میخوام سوء تفاهم نشه، میگفت من هر یک شمعی که نمیدونم تو افتادم، بعد که میان کم کم تو پرستش من میبینم ای دارن رنگ رو میگیرن و بعد دوباره قشنگ وایسادن رو که هوشیار باشید. اینجا چه نیست که ما رو طلم بزنن ما باد کنیم. تو یه خونه است اتفاقا، تو خلوتگاه در حضور خدا برو، اونجا برو کلام خدا رو بشن، اونجا باش که شما هم همونطور که عزیزانی هستن که من براشون دوشنبه ها یه پیامی میفرستم، شما هم لطفا پیغام بفرستید. پیغامی که شما گرفتید چی بوده؟ شما هم به من امید بدید. منم انسان هستم دیگه، حالا کشش شدیم، ولی قبلا که انسان بودیم آدم بودیم دیگه، حالا کشش شدیم. منم احتیاج دارم که شما منو امید بدید، قوت من بدید. پس لازم دارید که همدیگر رو نیز بنا کنید. و عشق به خداوند و خواندن کلام خداوند باعث خواهد شد که من حکیم باشم تو زندگی، نسبت به خودم، خانوادم، کارم، رابطم با دیگران، توی خدمتم این حکمت رو من بگیرم که چگونه عمل کنم. خیلی از دوستان عزیز هستن که لطف میکنن، دلشون پر از عشق برای محبت کردنه، بعد که محبت میکنن، در مقابل محبت وقتی اذیت میشن میان شکایت میکنن، میگن کار اشتباهی کردیم؟ میگم نه. میگم پس چرا اینجوری شد؟ میگم چون قبلش دعا نکردی. حتما محبت کن، اما وقتی دعا میکنی، وقتی خدا بهت میگه، میگه خدا گفت و شد، حق میشه تو قلبت، توی فکرت، همسایتی که محبت کردی، اگر اون همسایت تو رو آزار داد، میگه خدایا من به خاطر تو کردم، تو گفتی خداوند، و به بقیهش کاری ندارم. ولی وقتی خودت تصمیم میگیری، اونجا هستش که آزار میبینیم، میگه باید شکایت کنیم، عذر میخوام، باید غر بزنیم. پیرمرد از جلوی پارک داشت رد میشد، دید یک دختر خیلی زیبا با یک لباس زیبا روی نیمکت نشسته و داره گریه میکنه. دلش سوخت، رفتم نشست رو اون بغلش اون نیمکت، گفتش که ببینم عزیزم اتفاقی برات افتاده؟ هیچی داشتم من میرفتم پارتی رو سیاحتش میگم. گفت خب پارتی که جای خوبیه، گفت آخه نمیدونید به خاطر اینکه برم پارتی
چقدر پول جمع کردم، این لباس زیبا رو گرفتم. خب واقعا این لباس شما چقدر برازنده است و چقدر زیباست. اتفاقا منم الان دارم میرم تولد نوه‌م، منم این دیروز 4 ساعت رفتم تا این کت شلوار رو گرفتم و کراوات رو گرفتم و اینا. این که چیزی نیستش، خودش هم میخواد نزدیکتر میکنه به این دختر، میکشه روی نیمکت، بعد میگه عزیزم این که چیزی نیست، چرا خودت عزیزم؟ میگه نه راستش وقتی داشتم میرفتم این پارتی دیدم نیم ساعت مونده به پارتی، گفتم خوب نیست رو تر برم، اونم فکرم اسم ما ایرانی ها بودش. یه نیم ساعت بعدش بعد میرم و میگه بعد که نشستم دیدم یه کاغذ رو نیمکت زدن که ما اینو تازه رنگ کردیم. یه بقیهش رو بخونید با اون پیر مرده چه بلای سرش اومد. داریم با هم دیگه نامه اول قرنتیان، امروز یه خود آیات زیاد داریم. علتش این هست که من میخوام این درس رو اینجا ببندم، دلم نمیاد که از این قسمت بگذرم. خسته که نیستید؟ اونا که خستن میتونن خمیازه بکشن، ولی من درس هم میدم. در اول قرنتیان باب 1 از 18-31 رو داشته باشیم که پولس رسول نسبت به اون حکمت درستی که ما بیبایست داشته باشیم. عزیزان ما صحبت از عقل و تجربه نمی کنیم، ما صحبت از آن ماورا دانشی می کنیم که درش قدرت اجرایی هستش، نه فقط یک فریضه و یک نظریه باشه. بله بفهم. زیرا ذکر صلیب برای حالکان حماقت است، لیکن نزد ما که ناجیان هستیم قوت خدا. چرا؟ چرا مردم دنیا و به درستی میگن؟ چون درک نمی‌کنم. چرا قبل از اینکه من مسیح ایمان بیارم برام خیلی سخت بود؟ مسیح مگه میشه پسر خدا باشه؟ غیر ممکنه. چون نمیتونستم با علم و با مذهب، ابزار علم و ابزار مذهب به من کمک نمی‌کنه. فقط ابزار روح خدا بود که ماها من مشغول شدم، جنگ کردم، بحث کردم، قرآن می‌بردم کلیسای ایران، با کشیشای اونجا بحث می‌کردم. روح القدس، نه هیچ کشیشی، نه هیچ معلمی، روح القدس منو متقاعد کرد که مسیح حقیقتاً پسر روحانی خداست. ما سه خدا نداریم. اون برای من باز کرد و اون این رو برای من مکشوف کرد. و پولس داره میگه چگونه هست که ما درک کردیم چنین موضوعی که دنیا و دانشمندان چه بسا درک نکنن، ولی ما درک کردیم. بله؟ زیرا مکتوب است، حکمت حکما را باطل سازم و فهم فهیمان را نابود گردانم. معلوم هدف نیست که خدا مخالف علمه، هاشا، بلکه میگه در مقابل حکمت من اصلا حکمت اونها باطل خواهد شد. دانش اونها یک نظریه است، یک تجربه است و همه ما خوب میدونیم که علم هرگز نمیگه من 100% درستم. خوشبختانه خوشبختانه ای رو میگه، من میگم 100% درستم و بعضی موقع دیدید که، ولی علم اینو نمیگه و یه فضای رو میذاره برای تحقیقات، برای جستجو کردن. اما خیام چی میگه؟ خیام میگه هرگز دل من ز غم محروم نشد، کم مان ز اصرار که مفهوم نشد. 72 سال فکر کردم شب و روز، معلومم شد که هیچ معلوم نشد. آخرش همینه دیگه. اما خدا به توسط حکمت زندگی ما را برای ما معلوم میکنه، مشخص میکنه چه کار باید بکنیم که میتونه بهترین باشه برای ما. بله؟ کجاست حکیم؟ کجا کاتب؟ کجا مباحث این دنیا؟ مگر خدا حکمت جهان را جهالت نگردانیده است؟ زیرا که چون بر حسب حکمت خدا جهان از حکمت خود به معرفت خدا نرسید، خدا بدین رضا داد که به وسیله جهالت موعظه ایمانداران را نجات بخشد. به خاطر اینکه اونا با عقلشون، با تجربهشون، با آنچه یاد گرفته بودن میخواستن به حقیقت خدا برسن. همون گونه که نویسنده اعلام میکنه بیش از حد عاقل بودن کار عاقلانه ای نیست. پس باید از حکمت خدا استفاده کنیم. پس باید برای مشکلات در حضور خدا بریم. کلام خداوند تشویق میکنه ما رو با مردان و زنانی که عطای نبوت دارن دعا کنید. من هر چیزی رو نبوت نمیگم، من فکر و خیال و احساسات رو نبوت نمیگم. هوشیار باشی که صبح از خواب بلند شدم خدا گفت این لباس رو بپوشم، خدا گفت این کفش رو بپوشم. خدا مواظب باشی آنچه را که به عنوان سکرت زندگیته نمیدونی چه کار کنی، برای ازدواجته، برای اقامتته، برای درسته نمیدونی چه کار کنی، خدا بهت میگه باید چه کار کنی. چون که یهود آیتی میخواهند و یونانیان طالب حکمت هستند، لکن ما به مسیح مصلوب وعظ میکنیم
که یهود را لغزش و امتها را جهالت است. لکن دعوت شدگان را خواه یهود و خواه یونانی، مسیح قوت خدا و حکمت خداست. زیرا که جهان ممنون. میگه مسیح قدرت خدا و حکمت خداست. پس مسیح قدرت اجرایی خداست. در مزمور 33:9 میخوانیم، میگه خدا گفت و شد، مسیح انجام میده. خدا میگه و میشه، در اصل مسیح هستش آنچه را که خدا میگه را ثابت میکنه و قرار میده. در مزمور 33:6 میخونیم که اعلام میکنه به امر خدا، یعنی کلام خدا، کلام خدا یعنی مسیح، میرسیم به معایم که آسمان ها آفریده شدن و خورشید و ماه و ستارگان با کلام او به وجود آمدن. میگه خدا گفت و شد. بیگ بنگ نمیدونم، چون بیگ بنگ هم اینه دیگه، منفجر دیگه، یه انفجار. میگه خدا گفت و شد، یعنی میگه هنوز هم ما تو بیگ بنگ هستیم، هنوز هم تو این انفجار هستیم، اما خدا گفت و شد. این علم ماست، این دانش ماست که داره اینو تعریف میکنه، ولی تعریف خدا به اینه که خدا گفت و شد. بله؟ زیرا که جهالت خدا از انسان حکیم تر است و ناتوانی خدا از مردم تواناتر. مرسی. در انجیل یوحنا 1:3 میخوانیم، میگه در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود، همون خدا گفت و شد. پس ما صحبت از سه خدا نمی کنیم. کلام خداوند تثلیث رو به ما تعلیم میده، پدر، پسر، روح القدس، اما یک خدای واحد هست. همون رو که در مرقس 12 میخونیم، همون رو در کتاب تثنیه میخونیم. در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود. همون در ابتدا نزد خدا بود و همه چیز به واسطه او آفریده شد و به غیر از او چیزی از موجودات وجود نیافت. و این کلمه کیست؟ در آیه 14 نیز اعلام میکنه، اول انجیل یوحنا 1:14، و کلمه جسم گردید. کلمه جسم گردید که معجزه کرد، کلمه جسم گردید که مرده را زنده کرد، کلمه جسم گردید که روی آب راه رفت، کلمه جسم گردید که مرد و قیام کرد، کلمه جسم گردید که به ما این اقتدار و اتوریتی رو داد که افرادی همچون خود من که قصد خودکشی داشتم دست من رو بگیره، نه خودکشی بکنم، بلکه امروز با فیض اون کسایی که میخوان خودکشی کنن دست اونها رو نیز بگیریم. اون کلمه قدرت که روی ما میتونه تاثیر بذاره، مشکلی برای اینکه بپذیریم و با ایمان قبول کنیم. و کلمه جسم گردید و بیان ما ساکن شد، پر از فیض و راستی و جلال او را دیدیم، جلال شایسته پسر یگانه خدا را. کسی داره اینو میگه که با خدا در رابطه بوده؟ اینو یوحنا داره میگه. یوحنا در بین شاگردان عاشق‌تر از هر کسی به مسیح بود. که شما میبینید تو نقاشی ها میبینید که یوحنا رو چه حالتی میکشن که انگار خودش انداخته روی مسیح اینجوری، حالت محبت. کسی که عاشق هست، کسی که اشتیاق شدیدی به خدا داره، مطمئن هستش که توی جایگاهی هست هرگز به ریا کشیده نخواهی شد، با قلب زندگی میکنی و هرگز ریاکارا نمیتونن تو رو فریب بدن. بله؟ زیرا ای برادران، دعوت خود را ملاحظه نمایید که بسیاری به حسب جسم حکیم نیستند و بسیاری توانا نه و بسیاری شریف نه، بلکه خدا جهال جهان را برگزید تا حکما را رسوا سازد و خدا ناتوانان عالم را برگزید تا توانایان را رسوا سازد. خیلی ممنون. اینو لطفاً عزیزان پولشور دارید، این قسمت رو برید بخونید. پولس رسول باز داره اشاره میکنه همون به انجیل یوحنا که هوشیار باشیم، ما نیاز داریم به این کلمه، ما نیاز داریم آن کلمه ای رو که ما میدونیم بهش در اصل ریشه این کلمه از زبان یونانی میشه لوگوس، که در اصل به ما داره ریشه بعد از اون اشاره به حکمت خدا داره میکنه. لوگوس، آلفا اونگا، الف آخر، سخن و فعل رو داره اعلام میکنه. خدا گفت و شد و این مسیح هست، که مسیح روحش در ما هست، روح القدس در ما هست. از این روح کلام خدا من میگه، میگه ضعیف بگوید من قوی هستم، چرا اعلام ضعف میکنی؟ خدا با تو داره زندگی میکنه. این رو باید بپذیریم، کلام رو بخونید و کلام این رو آشکارا به شما نیز میآموزه و روح القدس تعلیمتون میده. پادشاه نگاه میکنه میبینه وزیری همش خدا 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 میکرده. پادشاه رو میکنه میگه ببینم تو به من جواب سوالات هم بده اینقدر خدا خدا میکنی. میگه من بگو خدا چی میکنه، خدا چی میپوشه، خدا چه کار میکنه،
بس این هرچی فکر میکنه میگه شکم من یه چیز اشتباه نکنم، میگه نها کن اگر جواب منو دادی که خب وزیر هستی، اگر نه عزلت میکنم به وزارت. این هم بلند میشه میره پیش اون پیش اون، هر کس که فکر میکرده یه آگاهی داره میگه جواب درست نمیگیره که پادشاه رو متقاعد کنه. خسته و خوبیده وارد خونه میشه، خادمش متوجه میشه که چقدر روز پریشان حاله، میگه اتفاقی افتاده؟ اینا میگه نه. اینقدر که بهش میگه که اینا میگه آره پادشاه من گفته این خدا چی میخوره چی میپوشه چی کار میکنه، و این میگه من میدونم تو میدونی، میگه آره، میگه خب بگو حالا پیش خودش فکر میکنم بشنوه بد نیست، و بعد میگه بگو، میگه خدا غم و قصه های ما رو میخوره چون خدا انسان را آفرید تا به شباهت او بشن و رشد کنن و وارد ملکوت خدا بشن، اما این انسان بود که از هدف اصلی دور شد و به دنبال شرارت‌های شیطان رفتش و حالا امروز خدا قصه انسان رو می‌خوره. گفت به من بگو چی می‌پوشه؟ گفت خداوند گناه‌های ما رو پوشش میده، آبروی ما رو نمیذاره بریزه جایی و اجازه نمیده کسی متوجه گناهم باشه تا ما توبه کنیم و به خودمون برگردیم. میگه خب پس بگو به من ببینم خدا چه کار میکنه. میگه آها این دیگه نمیشه گفتنی نیست. میگه یعنی چی؟ میگه زمانی اینو درک میکنی که لباس تو به من بدی، منم لباس تو رو بپوشم و تو منو سوار اسب خودت کنی و ببری توی تمام شهر بگردونی و با همین شرایط منو پیش پادشاه ببری. میگه اصلا مگه میشه؟ میگه خب همین راهشه. آخر سر میگه ای بابا از عزمش از وزیری قبول میکنه، لباس اونو بالاخره با یه حالتی میپوشه و بعد چقدر بو میده و به هر حال لباسا رو تنش میکنه، لباس پاش تن اون میکنه، اونو سوار اسب خودش میکنه و میبره توی شهر، میگردونه و میبره نزد پادشاه. پادشاه میگه چه کاری کردی؟ میگه راستش قصه براش توضیح میده. میگه خب حالا بکنم خدا چه کار میکنه؟ پادشاه میگه خدا همین کارو میکنه. اومد 2000 سال پیش مسیح اومد روی زمین و به خاطر اینکه انسان رو نجات بده جسم انسان برتن کرد و تمام دردها و رنجها و غمهای انسان رو به دوش کشید و روی صلیب رفت و مرد و قیام کرد تا باعث حیات و نجات تو بشه. همونطوری که این وزیر از این رو لباس من رو بپوشه، لباس حقیرانه و خادمی من رو بپوشه، خدا نیست لباس تو انسان رو پوشیدش. و اون پادشاه البته اون شخص تو اون داستان میگه او رو نیست به وزارت انتخاب میکنه. اما بریم با هم دیگه نکته دوم رو داشته باشیم، مطالب بسیار هست اما حوصله کم. نکته دوم، عزیزان دارید همه بروشور؟ دارید نکته رو یا ندارید؟ میتونیم نکته اول هم داشته باشیم یا نه؟ ممنون میشم که داری؟ پس نکته اول، ثمره اشتیاق به خدا در ایمانداران به عیسی مسیح، اشتیاق به خدا ایمانداران به عیسی مسیح را به دعا تشویق میکنه. پس مردان و زنانی که میگن ما امروز مسیح ایمان آوردیم مطابق کلام خداوند، میبایست با خدا به توسط دعا در رابطه باشن. نمیتونه بگی من ایماندار هستم فقط کشیش برام دعا کنه، فقط اون برای من دعا کنه. نه نه، خودت باید در حضور خدا بری، وقت باید به خدا بدی و در روزه از هر به عیسی مسیح به دعا تشویق و در روزه از هر گناه تقدیس می‌نمایم. پس باید زندگی رو هر روزه تقدیس کنیم. درست خداوند گناهان ما رو بخشیده، اما این گونه نیستش که ما تصور بکنیم که خداوند 2 سال پیش 20 سال پیش گناه منو بخشیده دیگه تموم شده. خیر، من هر روز باید تقدیس کنم، چون هر روز مسیح هم گفت پاهای ما کثیف خواهد شد، آلوده خواهیم شد. نکته دوم، اشتیاق به خدا ایمانداران به عیسی مسیح را به کتاب مقدس تشویق. کسی که مشتاق خداست تشویق میشه. حتما نباید اینجا همه بگیم کلام بخونید، کلام خوندید، کلام خوندید. نه، قلبت اصلا اجازه نمیده صبح که از خواب بلند میشی کلام خدا رو باز میکنی و میخونی. اشتیاق به خدا ایماندارانه، البته این اشتیاق شدید به خداست، درست کنید اصلاح کنید،
اشتیاق ساده رو همه دارن، اشتیاق شدید رو دارن. اشتیاق شدید به خدا ایماندارانه به عیسی مسیح رو به کتاب مقدس تشویق و در عمل به آن ترغیب می نماید. یعنی پیگیری میکنه. این گونه نیستش که کلام خداوند تو تیباری خونده بشه و ما توی جایگاهی قرار بگیریم که فقط بگیم آره ما یه کاری کردیم، برفرض فقط ثواب بوده. و زمانی که من مشتاق به خدا هستم، خیلی از سوالات از زندگی من برداشته میشه. هنوزه که هنوزه افراد من میرسن میگن شراب بخوری؟ نمیشه خورد؟ آبجو میشه خورد؟ آبجو کمتره، میشه خورد؟ هیچی مون مثل آخوندا بیان برای شما رساله بنویسی. تو رساله مثلا کشیش رسول میگه بخورید، کشیش فلانی میگه نه نخورید نجس میشید. داریم دیگه از این قصه ها داریم، هوشیار باشید. اگر ما به مسیح ایمان آوردیم، ما دارای حکمت خدا شدیم. اگر مشروب برای بدنت بده نخور، اگر جنبت کمه نخور، اگر نمیدونی چه کار کنی نخور، اگر برای شادی میخوری نخور. چرا میخوری؟ مسیح ما رو شاد کرده. من خودم اگر توی مهمانی برم، وقتی متوجه میشم شرابی گذاشتن، مشروبی گذاشتن، بیشتر برای اینکه با اون عزیزان ابراز مشارکت در اون شادیشون بکنم، نه برای مستی. کلام خداوند میگه مست شراب نشویم، مست دنیا نشیم، مست ثروت ها نشیم، مست قدرت نشیم، مست هیچ چیزی نشیم. قرار برای نیست که به ما یه چیزی بخور یا نخور. اگر برای سلامتیمون خوبه بخورید، اگر بده نخورید. و پولس رسول در رابطه با گوش خیلی راحت داره صحبت میکنه. حالا بعضی از عزیزان میگن برسو ما میریم خونه فلانی مشروب هست، آخه ما زیاد مشروب نمیگیم. برای چی شما میذارید مشروب تو خونتون؟ شما که نمیخواید نذارید. قرار نیستش که ما کپی بگیریم این چیزها رو از هم دیگه. لطفاً زندگیمون رو تقدیس کنیم، از امروز تقدیس کنیم. چون اون ریاکاریه، نمیخوری نیار برای مهمونتم. آنچه که برای خودت خوب نمیبینی برای مهمونتم نیار، لزومی نداره. ما میخوایم دیگه ریاکار نباشیم، میخوایم صادقانه باشیم. اما در راستی یک انسانی که عاشق شدید هست به خدا، نظم داره توی برنامه‌اش، با نظم زندگی میکنه. از مولانا سوال میکنن که شراب حلال است یا حرام؟ میگه گفت تا که بخورد. حالا کی میخواد بخوره مشروب؟ چه کسی مشروب میخواد بخوره؟ شاید امروز گوشت برای همه ماها خوب باشه، ولی در جای ما یه نفر باشه دکتر باشه گفته نباید گوشت بخوره. ما اینجا نیستیم میگیم این حرامه، این نجسه برای شما. حکمت چی میگه؟ شاید یک نفر براش دویدن خوبه، اما یکی زانوش درد میکنه دکتر میگه اصلا راه نره تا چنبر. نمیتونیم بگیم از اون تجویز به این بکنیم. پس عزیزان امروز با حکمت زندگی کنید، با خرد زندگی کنید. وقتی با حکمت و با خرد زندگی میکنید، توی جایگاه درست قرار گرفتید. جایگاهی نیستیم که این دنیا ما را فریب بده. اگر وارد مذهب شدیم، اگر به دنبال این هستی که کشیش بهت بگه چه کار کن چه کار نکن، و به دنبال این هستی رساله ای از کشیش به دستت برسه، دوباره ما دنبال توجیهات میریم. و چون دنبال توجیهات میریم، ما در ریا قرار میگیریم، ما در عمل قرار نمیگیریم. ببخشید ما ریاکار خواهیم شد. ما مسیحی نیستیم. اون که مسیح میخواست ما نیستیم. تو دنیا همه دارن با همین کارا رو میکنن، همه سر هم کلا میذارن، همه به هم دروغ میگن. کلیسای مسیح رو تقدیس کنیم، از تمام ریاکاری ها صادقانه زندگی کنیم نسبت به اون باورمون، و حد و مرزمون رو بدیم، اون اعتدال رو، اون تعادل رو داشته باشیم. پلیسی داشت توی خیابون میرفت، متوجه شد که یه ماشین با سرعت داره میره. سعی رفت دنبالش و چراغش روشن کرد، دید وای نمیسه. بالاخره توی ترافیک گرفتش. وقتی توی ترافیک گرفتش، بهش گفتش که ببینم چی کار داری میکنی؟ این همه من بوخ زدم برات، اینقدر صدا کردم، ماشین زدم اینا. تا اومد گفت ببینم حرف تکراری من نزن. من امروز تولدم هستش و تصمیم دارم کسی رو جریمه نکنم، اما تو رو جریمه میکنم چون خیلی دنبالت اومدم. مشروطه برای اینکه حرفی که میزنی تکراری نباشه و منو متقاعد کنی، من تو رو میبخشم. دنیاست دیگه، میتونه برای خودش برنامه بذاره، با کلام خدا فرق میکنه. و اون شخص میخواد فکر میکنه، میگه راستش من 5 سال پیش یه پلیس رانندگی زن منو دزدید و با خودش برد. من هر موقع یه ماشین پلیس میبینم استرس منو میگیره. گفت چرا رفت من بره؟ گفت من دیدم شما همش دارید دنبال من میاد، من فکرم شما دوباره زن من دارید و من بر میگردید. بالاخره اونو متقاعد که جریمه نشه. بریم با هم دیگه آیه آخر رو بکنیم.
ما در مسیحیت نمیتونیم این بازی ها کنیم. در مسیحیت باید صادقانه باشیم عزیزان. نامه یعقوب 1:22-24. لیکن کنندگان کلام باشید، نه فقط شنوندگان که خود را فریب می‌دهند. زیرا اگر کسی کلام را بشنود و عمل نکند، شخصی را ماند که صورت طبیعی خود را در آینه می‌نگرد. زیرا خود را نگریست و رفت و فوراً فراموش کرد که چطور شخصی بود. آمین. 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 تو برای کلام دست بزنید. شاعر می‌گوید که گر گوهر خالص نبود در دل تو، گر گوهر خالص نبود در دل تو، اون اشتیاق شدید در من نباشه، اعمال خراب است و زبان حاصله تو. و چه سخنورانی بودن و هستن که میتونن تأثیر لحظه‌ای بذارن بر افراد، اما اگر افراد عاشق اون موضوع و حقیقتا ایمان نداشته باشن، هرگز تغییری درشون داده نباشه.